مسلمانان ایتالیا خواستار توسعه قبرستان های اسلامی در این کشور در پی شیوع ویروس کرونا شدند از آنجا که مسافرت های داخلی و بین‌المللی در بحران کرونا در ایتالیا ممنوع شده است اجساد مسلمانان را نمی توان به اماکنی از آنجا اماکنی که از آنجا آمده بازگرداند. عبدالله ردوانه متولی مسجد جامع روم در این باره گفت شرایط کرونایی وضعیت سختی را برای مسلمانان ایتالیا به وجود آورده است و بسیاری از اجساد در سردخانه ها باقی ماندند به این دلیل که قبرستان های اسلامی کافی برای دفن آنها وجود ندارد و افزود این وضعیت در شمال ایتالیا که بیشترین ای تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را داشته بسیار وخیم تر است ردوان همچنین گفت در شمال ایتالیا جامعه مسلمانان گسترده نیز هست و به همین دلیل شرایط در آنجا برای مسلمانان سختتر است بر اساس سرشماری سال 2018 میلادی دو و میلیون مسلمان در ایتالیا زندگی می کنند. پنجا و درصد از مسلمانان در ایتالیا شهروند خارجی و چهل و درصد از آنها شهروند ایتالیایی محسوب می شوند. با وجود اینکه اسلام دومین دین بزرگ در ایتالیا است اما فضای کمی برای دفن مسلمانان در این کشور در نظر گرفته شده است. اولین قبرستان اسلامی در سال 1856 میلادی برای مسلمانان ایتالیا ساخته شد و متاسفانه از آن زمان تا کنون پیشرفت زیادی در این زمینه صورت نگرفته است.